مجاهدین در مراحل مختلف تقنین این قانون اساسی علیه آن موضع‌گیری کردند و به هنگام برگزاری رفراندوم نیز اعلام کردند که این قانون اساسی با آرمان و اعتقاد اسلامی مجاهدین سازگار نیست و به آن رأی نمی‌دهند. این صف‌بندی شروع یک مبارزه فشرده در صحنه سیاسی ایران بود. خمینی تهمت منافقین رو برای زیر سوال بردن اسلام مجاهدین علم کرد و ایدئولوژی مجاهدین رو التقاطی معرفی کرد که به این وسیله در واقع به لحاظ اجتماعی ما رو ترک کنه و ما رو در واقع به لحاظ اجتماعی در موضعی قرار بده که اینها مسلمان واقعی نیستن. مهمترین نیرنگ خمینی در صحنه سیاسی که هم علیه مجاهدین و هم علیه نیروهای لیبرال و حتی بخش لیبرال حاکمیت جدید آن را به کار گرفت، گروگانگیری دیپلمات‌های سفارت آمریکا با شعارهای ضد امپریالیستی بود. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1358 که درست یک سال بعد از سرنگونی رژیم شاه برگزار شد، تمامی طیف اپوزیسیون و اقلیت‌های مذهبی و قومی، دیگراندیشان، دانشگاهیان، روشنفکران و نویسندگان ایران از شخص مسعود رجوی که کاندیدای مجاهدین بود حمایت کردند.